سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت دوم سوال و جواب از طرف من و سیاوش قنبری خوش اومدید. ویدیو اولی که لینکشو میذارم تو این دیسکریپشن اگه دیده باشید، من و سیاوش اومدیم سوالایی رو در رابطه با آلمان و انگلستان، حالا در رابطه با برنامه نویسی مهاجرت اینا جواب دادیم که ویدیوشو آپلود کردیم چند وقت پیش. این قسمت قسمت دوم سوالات هست که با همدیگه جواب دادیم، میریم با هم دیگه نگاه بکنیم، امیدوارم خوشتون بیاد. از تفاوت‌های فضای کاری با ایران بگید، از فرهنگ کاری هیچ تفاوتی نداری؟ یه مقدار با آدم‌های باهوش‌تری بیشتر سر کار دارید و اینکه باید زبانتون خوب باشه که بتونید باهاشون روابط درست بکنید. تفاوت خاصی با ایران نمی‌بینم. ایران فضای کاری ممکنه خیلی صمیمی‌تر بشه، ولی اینجا یه جورایی من ترجیح میدم به قول معروف فضای کاریم زیاد با زندگی خصوصی قاطی نشه، چون اونایی که با من کار میکنن همکارم که زندگی خصوصی من یه جورایی به اونا ربطی نداره، ولی سعی میکنم رفیق باشم باشون. خب با توجه این که من 11 سال تو ایران کار کردم، تفاوت‌های زیادی میبینم حداقل بین ایران و آلمان. از لحاظ مرخصی گرفتن اینجا خیلی راحت تره، شما میتونی 2 هفته 3 هفته بری مرخصی، چیزی که تو ایران اصلا نمیتونستم تصور کنم چه این چیزی رو. انتظار زیاد کار کردن از شما، آخر هفته کار کردن ندارن اینجا، چیزی که باز تو ایران مشکل بود. من فکر کنم در رابطه با این تفاوت ها قراره یه ویدیو برای شما بسازم، چون خیلی نکته های زیادی هست. افزایش حقوق توی ایران اتفاق میافتاد چون تورم وجود داشت، اینجا افزایش حقوق وجود نداره، خیلی کم افزایش حقوق میدن. کارمندا خیلی با هم صمیمی نمیشن. تو ایران اتفاق میافتاد این قضیه که ما هم دوست بشیم بریم بیرون این ورون، بعد اینجا در قالب ایونت هایی که شرکت میذاره این اتفاق میافته، اما خود کارمندا خیلی با هم صمیمی نمیشن. با توجه به اینکه شما کارمندهای ملیت های مختلف رو میبینید، ازشون چیزهای جدیدی یاد میگیرید. این هم یه چیزی بود که تو ایران نداشتیم، چون همه از ایران بودیم، خیلی کم پیش میاد یه شرکتی نیروی خارجی داشته باشه، برای همین اینجا یادگیریمون هم بیشتره. آینده برنامه‌نویسی برنامه‌نویسان، اینو ما واسهش ویدیو ساختم، مثلا کانال ما کانال برنامه‌نویسی، میتونید بهش سر بزنید. نه، هوش مصنوعی جای برنامه‌نویسی رو نمیگیره، همونجوری که جای رانندگی رو نگرفته هنوز. در رابطه با برنامه‌نویسی هم میتونید شبکه پارس کلیک رو چک بکنید، اونجا براش ویدیو ساختم. به هیچ عنوان هوش مصنوعی جای برنامه‌نویسی رو نمیگیره، به خاطر اینکه برنامه نویسی نیاز به خلاقیت داره و ماشین تنها چیزی که نداره خلاقیته، و شما به اندازه ماشین نمیتونی سریع باشی و دقیق باشی، اما شما خلاقیت داری، چیزی که حالا توی شما اسمی میخوام برم به دنبالش، ولی این وجود نداره و همین نهایتا نمیتونه جای انسان رو بگیره. ما نیاز داریم که سلیقه هم داشته باشه، یعنی خود خلاقیت به کنار. شاید کدنویسی در سمت بکند کم رنگتر بشه و ما برنامه نویسای بیشتری تو فرانتند داشته باشیم، برای همینی که اصلا شما الان میبینی بازار فرانتند خیلی داغه. فکر میکنید برنامه نویسان تا چه سنی میتونن ادامه بدن؟ من فکر میکنم تا 55 سالگی میتونن ادامه بدن، بعد از اون دیگه یواشاش باید به فکر منیجمنتی چیزی دیگه ای که ازش بتونن پول در بیارن، چون واقعا برنامه نویسی یه شغلی نیستش که ما بشیم پشت کامپیوتر فقط بگیم که برای ما کد بزن و کامپیوتر برای ما کد بزنه. باید فکر بکنید و پرابلم سولور باشید، یعنی بتونید مشکل حل بکنید. در نظر من بین 50 تا 55 سال دیگه ماکسیمومشه. چطوری میشه بدون داشتن بیمه تامین اجتماعی جاب آفر گرفت؟ چون خیلی‌ها هستن که فریلنسی کار میکنن، بدون داشتن بیمه اجتماعی جاب آفر گرفت. من این سوالو نمیفهمم. فکر میکنم منظورتون با نشنال اینشورنس درسته؟ ببینید، هر کسی که نشنال اینشورنس داره یا بیمه داره یه شماره‌ای داره داخل کشور. اون شماره رو که شما داشته باشید، چه فریلنس باشید چه نباشید، همه داخل این کشور شماره رو دارن. حالا شما برای خودتون کمپانی میزنید و به شرکت میگید که من کمپانی دارم، شما پولو بریز تو حساب من، مالیاتشو خودم رد میکنم. شرکت میگه باشه، بهش میگن سلف امپلویمنت. یه موقع هست که شما میگی نه، من زیر شرکت شما میخوام کار بکنم و شما تکس منو بدید، فقط حقوق منو بدید، شما تکس منو بردارید به دولت بدید، حقوق منو بدید. اینجوری میشه. ببینید توی ایران برنامه نویس میتونست پروژه بگیره، پروژه رو انجام بده، پولشو بگیره و پول قرارداد بده به حسابش و کسی هم باش کاری نداشت. یعنی بیمه و مالیات خیلی یقه برنامه نویس رو نمیگرفت که تو این کارهایی که انجام دادی چی شد، اصلا این پوله برای چی اومد. اما اینجا اینطور نیست. یه برنامه نویس اگه میخواد فریلنسر باشه، یا باید بره زیر مجموعه یه ایجنسی کار کنه، یعنی که یه شرکتیه که پروژه برای این آدم میاره و مالیاتش رو اون شرکت رد میکنه. خب پس
اینجوریه که این فریلنسری داره براش مالیات رد میشه، یا اینکه خودش باید بره یک شرکتی ثبت کنه و با اون شرکتی که ثبت کرده، ما میگیم گیور، به اون شرکتی که ثبت کرده پروژه بگیره. ولی نهایتاً همش میشه شرکت، ما اصلا فرد نداریم اینجا، به هیچ عنوان چیزی به اسم فرد نداریم که یه فرد یه پروژه بگیره. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینو گفتم که بدونید که نهایتاً همه آدم‌ها باید بیمه داشته باشن. پس اگه شما بگی که مثلا من یه برنامه نویسم توی ایرانم، الان میخوام جاب آفر بگیرم، اما بیمه تامین اجتماعی نداشتم، یعنی من تا الان بیمه رد نکرده بودم برای خودم، برای خودم کار میکردم، از نگاه اون آلمانیه که میخواد تو رو جذب کنه، نه اینکه بیمه تامین اجتماعی مهم باشه، ولی به تو میگه که خب تو کجا کار کردی؟ اگه تو برای خودت هم کار کردی، از نگاه اونا تو بود برای خودت شرکت می‌داشتی. از نگاه آلمانی‌ها شما اگه می‌خوای فریلنسری کار کنی، باید بری خودت رو به عنوان یک تجارت ثبت کنی. حالا اینکه شما بخوای به کارفرما بگی که باور کن من کار می‌کردم و اینم مثلا سنداش هست، می‌تونید از اون جاهایی که پروژه گرفتید نامه بگیرید. برای برنامه‌نویسان انگلیس بهتره یا آلمان؟ آلمان خیلی کشور خوبیه فکر می‌کنم. اینو سیاوش بهتر بتونه جواب بده، واسه اینکه شرکت‌های بهتری اونجا هستن، بهترین شرکت‌های ماشین‌سازی مثل مرسدس، بی ام دبلیو، اینا همه اونجان. بهترین کشور تو اروپا هست به نظر من، رتبه اول اقتصادی تو اروپا هست. انگلیس کارش بیشتره، حقوقش بالاتره، ولی گرون‌تره به نظر من. حالا من آلمانم بودم، ولی آلمان یک سختش اینه که زبانش یه مقدار سخت داره، انگلیس زبانش آسان تره. هر دو کشور کشور خوبیه، نمیتونم بهتون بگم که مثلا آلمان بهتر یا انگلیس، فقط میتونم بگم که انگلیس حقوقش بعد از آمریکا برای برنامه‌نویسا خیلی بالاست. از نظر زندگی و نظر چیزای دیگه آلمان هم خوبه. آلمان خیلی آدم برای کار میخواد، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا آدمایی که سنشون کم باشه برای کار میخواد. انگلیس دیگه این گپ ها رو پر کرده، میدونی چی میگم؟ این سوالیه که نمیشه خیلی کلی جوابش داد. به نظر من جفت کشورها کشورهای خوبی هستن و کشورهای جهان اولی هستن، تو صنعت نرم افزار موفقن. در حالی که من خودم لندن زندگی نکردم، اما چیزی که چک کردم اینکه انگار میزان هزینه ها اونجا یک کمی بالاتر از برلینه. برلین کلا شهر گرونی نیست، یعنی تو خود آلمان هم جز شهرهای خیلی گرون به حساب نمیاد. هزینه زندگی اینجا پایینه، اما حقوق هم به اندازه مثلا انگلیس نیست، به اندازه لندن نیست. من فکر میکنم این خیلی شخصیه، ولی یک مشکلاتی که اینجا داره زبانشه. اگه شما زبان آلمانی بلد نیستی و انتخاب بین دو تا کشور داری، من فکر میکنم انگلیس برای شما میتونه گزینه بهتری باشه. پارامترهایی که شما باید در خودتون لیست کنید بر اساس اینکه شما چه خواسته ای داری، چه سطحی از زبان رو بلدید، میتونید یکی از این دو تا کشور انتخاب کنید. تقریبا چند درصد حقوق باید برای مالیات پرداخت کرد؟ ببینید، من فکر میکنم یه چیز در حدود 20 درصد مالیات برای حقوق و نشنال اینشورنس میره داخل انگلستان. میتونید بزنید داخل اینترنت مثلا 50,000 افتر تکس، میتونید اینجوری بزنید پیدا بکنید، مثلا 50,000 افتر تکس. حالا من اینجا یک پیسلیپ میذارم اینجا ببینید که به چه صورت هستش. مثلا برای 50,000 پوند چقدر حقوقتون میشه، چقدر تکس باید و چقدر مالیات بدید. خب اینجا با ترجمه که شما مجردی، متأهلی، فرزند داری یا نداری، چقدر حقوق میگیری، تو یعنی تو با ترجمه اینکه بازه اون دریافتی چقدره، تعیین میکنه که چقدر باید مالیات بدی. ماکسیموم 43% مالیات میدی و خب این یه چیزی بین 30% تا 42-43%. یعنی یک فرد مجرد بیشتری مالیات میده، کسی که متأهل مالیات کمتری میده. اون کسی که متأهل هم کلاس مالیاتیش رو میتونه 4-4، یعنی نصف، تقریبا نصف نصف با همسرش در نظر بگیره، یا 3-5 باشه. اگه 5 باشه مالیات کمتری میده، اگه 3 باشه مالیات بیشتری میده. اینا همش با توجه به اینکه شرایط شما چیه. آیا یک خارجی بعد از چندین نسل به طور دائم ادغام میشه به نفع که کسی اون رو به چشم یک خارجی نبینه؟ معلومه. شما وقتی که ایرانی اینجا میاد، حالا با یه دختر ایرانی آشنا میشید با یه خانم انگلیسی، بچه‌تون یا میکس به دنیا میاد یا اینکه ایرانی به دنیا میاد، خب بچه مدرسه که میره میشه چی؟ میشه انگلیسی دیگه. ازش بپرسم بک‌گراندت کجاست، میگم where are you from، اون میگه من لندن، میگه من از مال لندن، نمیاد بگه من ایرانی ام چون ایران به دنیا نیومده که. ولی از من کسی بپرسه میگم ام ایرانیان چون ایران به دنیا اومدم. خب ولی از بچه من اگه اینجا به دنیا بیاد بپرسن میگه من لندن، دیگه نمیاد بگه من ایرانی ام که. تا اینکه اگه فضولی کنم او نه، خیلی صمیمی بشه بگه که مال کجاست، پدر مادر، اون موقع میان میگن آره من دوست دارم که پدر مادرش بنگلادشی ان ولی خودش اینجا به دنیا اومده، خب میگه من مال لندن هستم. می سوال شخصیه از یه آدم پرسید where are you from. الان به منم میگن تو داخل، حالا
یکی برم داخل کار بکنم برای فروم لندن. خیلی صمیمی بشیم بپرسن از کجا اومدی، میگم از ایران اومدم. اونم دیگه نمیام همه پت پوته ها رو بریزم بیرون چطوری اومدم فلان اینا، میدونید. پس بنابراین بله ادغام میشه. نظر من یه خارجی بعد از چندین نسل خودش احساس نمیکنه خارجیه، چون به هر حال مثلا فرض کن دو نسل بگذره و مثلا اگه فرزند من با یک آلمانی ازدواج کنه، فرزند اونها اصلا یادش نمیاد که پدر بزرگش از کجا بوده بود. یا بره بگرده تحقیق کنه مثلا یادش بیاد که اصلا نسبش کجایی بوده. اما مثل ما ریش سیاه داشته باشه، موی سیاه داشته باشه، حتی من که مو ندارم ولی کلا اگه تیپ خاورمیانه‌ای داشته باشه، اون وقت بله آلمانی ها اون رو به چشم خارجی میبینن و این یه واقعیتی هست که نمیشه انکارش کرد، که مرکل هم زمانی که روی کار بود به این قضیه اعتراف کرد، گفت چرا باید 6 نسل طول بکشه تا یک مهاجر بتونه ادغام بشه، چرا باید به این چشمش نگاه کنیم که این مهاجره. من فکر میکنم که قیافه آدم ها خیلی تأثیر میذاره که اون رو چطور ببینن. مثلا اگه قیافه غیر اروپایی سفید داشته باشه، بله خارجی میبیننش، اما خودش بعد از چندین نسل این احساس رو نمی کنه. بروکراسی در انگلیس به چه میزان است؟ بروکراسی اینجا خیلی زیاده و انگلیس یکی از اصلا این برای خودش ویدیوه. انگلیس برای خودش یک کارایی داره که همش با نامه نگاری، یعنی مثلا شما یک چیزی رو دیر پرداخت میکنید نامه میزنه، میخواد اخطار رو بده نامه میزنه، دادگاه بخواد نامه میزنه، و نامه هایی که براتون میزنه همش بیادبانه است. انگلیس اینجوریه، اصلا معروفه به بیادب بودن توی نامه، برای که یا شما باید پرداخت بکنید یا باید مثلا جریمه بدید یا فلان بکنید، اینا همش داخل انگلیس توسط نامه نگاریه. قانونای زیادی وجود داره که از اینجا بیشتر اینجا موندم متوجه خواهید شد که قانونا چجوریه. یکی از کاری که میتونید انجام بدید اینه که سکوت بکنید، اصلا جواب این نامه رو ندید. ولی برای آدمی که میخواد اقامت اینجا رو بگیره سکوت کردن هم مناسب نیست، باید چیکار بکنه؟ به این نامه جواب بده، جریمه هاشو بده تا زمانی که موقعی که میخواد پاسپورت بگیره براش دردسر ایجاد نشه. پس بنابراین بوروکراسی اینجا خیلی زیاده، ولی الان یه مقدار دارن کمترش میکنن. مثلا اپلای برای پاسپورت دی آنلاین شده، اپلای برای نمیدونم ویزا آنلاین شده، خیلی چیز آنلاین شده، ولی نامه اصولا اینجا داخل انگلیس نامه میشه یه چیز بد، به خاطر اینکه همیشه تو نامه یا صورت حساب هست یا تهدید هست یا چیز بیادبانه هست یا جواب ردی هست، اینجور چیز هست. اینه که اینجا خیلی از نامه میترسن. به من از اگه شما از خواب بلند میشید میبینید 10 تا نامه داره سکته میکنید، به خاطر اینکه اینجا نامه اینجوری نیست که من نامه رو باز بکنم داخلش مثلا یه چک باشه، اینجوری نیستش که، ناماژن همش سردرد آوره. پس بنابراین خیلی بوروکراسی اینجا زیاده. بوروکراسی من فکر میکنم که توی آلمان خیلی زیاده، یعنی من فکر میکردم توی ایران بوروکراسی زیاده، اما اینجا خیلی بیشتر از ایرانه. اینجا عاشق نامه و نامه‌نگاری هستن. نامه ها معمولا نامه های خیلی خوبی نیستن، یعنی کلن نامه خوب برای شما زیاد نمیاد، یعنی همیشه یا قبضی میاد یا چیزی میاد. اینجا همه کارشون با نامه است، یعنی شما وقتی میری بانک مثلا اکانت واکنی، حساب برای خود باز کنی، همون موقع به شما کارت نمیدن، کارت رو 2 هفته بعد براتون پست میکنن، تازه باز اون کارت رو نمیتونی استفاده کنی، رمز کارت هم 1 هفته بعد پست میکنن. حالا شما در نظر بگیرید یه بقیه کارا به چه صورته. معمولا چند روز در سال مرخصی دارید؟ اینجا 20 روز در سال مرخصی قانونی داریم و هر سال که توی یه شرکت میمونید یه روز بهش اضافه میشه تا میشه 25 30 روز، دیگه بیشتر از 30 روز نداریم. بچه‌ها قانون کار با چیزی که در واقع اتفاق میفته فرق میکنه. قانون کار میگه که حداقل باید 25 روز مرخصی به همه داده بشه، اما شرکت‌ها برای اینکه آدما رو راضی کنن، مخصوصا تو رشته ما، مرخصی بیشتری میدن. حالا بعضی شرکت ها 28 روز میدن، بعضی ها 30 روز میدن، بعضی 32 روز میدن، یعنی دست شرکت کاملا و این یک محدودیتی نداره. ما بگیم مثلا اگه شرکتی بخواد 30 روز مثلا 5 روز مرخصی بده، دولت جلوشو بگیره، اما حداقل 25 روز. به صورت عرف هم 28 تا 30 روز. آیا شرکت های آلمانی با برنامه نویسای ایرانی به صورت ریموت کار میکنن یا میشه ریموت از ایران گرفت؟ حالا این سوال رو میذارم به عهده خود سیاوش اگر میتونه جواب بده. به صورت قانونی نمیشه، غیر قانونی اگه راهی پیدا کنید، به خاطر اینکه تحریم هستیم، کانال مالی وجود نداره، نمیتونن پول برای شما بزنن، به صورت قانونی نمیشه. وب 3 در میان برنامه‌نویس‌های آلمانی انگلیسی. وب 3 در میان برنامه‌نویس‌های انگلیسی هنوز به اون صورت محبوب نیست، هنوز در حال حاضر تبلیغه. کاری هم که ما میکنیم اینه که ما همیشه 10 قدم از آدمایی که بیشتر میدونن جلو میریم، تبلیغ رو باور میکنیم، در صورتی که وب 3 هنوز اون صورت اینجا جا نیافتاده. میگم این چون اینجا آدمای زرنگی داره، همشون فکر میدونن که اینا تبلیغ فعلا،
تا جا بیفته و متاورس و نمیدونم وب 3 و بلاکچین و اینا بازار کار رو بگیره که خیلی طول میکشه، همه چی باید عوض بشه. بعد در موردش ویدیو هم داریم، میتونید داخل پارس کلیک ببینید. وب 3 خیلی خبر داغیه، در صورتی که شرکت ها دنبالش نمیرن. حتی شرکت ها بچه ها حتی دوست ندارن که ورژن مثلا تولزاشون یا لایبرریاشون رو هر از گاهی آپدیت کنن، به خاطر اینکه هزینه بردار این کار براشون. یعنی مثلا تو بحث برنامه نویسی من بگم، از اینکه مثلا نود 12 بیان 14 برن 16 کلی براشون هزینه برداره. بعد شما میگی مثلا بیان روی یک چیز جدید کلا سرمایه گذاری کنن، یک کمی محافظه کارن و منتظرن ببینن به کجا میرسه، چون این فعلا در حد نمیگم خبر انجام داره میشه اما خیلی آروم و آهسته هست، برای همین ریسک نمیکنن. گفتن حالا هر وقت داغ شد ما هم میایم سرمایه گذاری میکنیم. انگلیس بهتر یا آلمان؟ من جواب این سوال رو نمیتونم بدم. انگلیس بهتر یا آلمان؟ جفت کشورها مزیت و خواص خودشون دارن. انگلیس هندش خوبه، مردمش مردم خوبیه. در رابطه با خوبی‌ها و بدی‌های انگلیس ویدیو ساختم، فکر می‌کنم سیاوش هم خوبی‌ها و بدی‌های آلمان رو براش ویدیو داره. با موقع مقایسش با عهده خودتونه، من نمیتونم بگم کدومش بهتره. خرج کدوم کشور کمتره یا درآمد بیشتر میخوره؟ وضعیت زندگی در لندن چطوره؟ خب برلین ممکنه حقوقش از اینجا کمتر باشه، خب ولی خرج زندگی مثلا کرای خونه از اینجا پایین‌تر. اینجا حقوق زیاده، کرای خونه بالاست، میدونید هر چیزی با اصوله، ولی دو تا کشور یه جورایی شبیه همدیگه‌ن. میدونید چی میگم؟ بس بنابراین بستگی به خودتون داره که بدونید چطوری ببینید، ولی من میتونم بگم که وضعیت زندگی تو لندن گرونه. اینو میتونم سرجم بهتون بگم، وضعیت لندن خیلی گرونه، مخصوصا خونه‌هاش. و خونه‌هایی که داره خونه‌هایی نیستش که شما بیاید مثلا بگید که اون خونه خیلی خوب بوده. اینو فکر کنم جواب دادم دیگه، کاملا شخصیه با توجه به اینکه شرایط شما به چه صورته. یوتیوبری به زبان فارسی خوبه یا انگلیسی؟ یوتیوبری به زبان انگلیسی خیلی خوبه، ولی به زبان انگلیسی خیلی کامپتیتور داره، یعنی زمان زیادی طول می‌کشه، ممکنه مثلا یک سال دو سال طول بکشه، ولی به زبان فارسی هم خوبه به خاطر اینکه مخاطباتون فارسیه، موضوع بیشتری میتونید صحبت کنید. مثلا ما موضوع مهاجرت داریم، ثروت داریم، این چیزا همش داخل یوتیوب هست و هر کسی هم کانال مخصوص به خودشو داره. اینه که من توی کانالم میتونم خیلی زیاد در رابطه باش صحبت بکنم، ولی اگه کانال انگلیسی داشتیم باید به یه موضوع میپرداختیم، چون برای همه موضوعا وجود داره. به نظر من به زبان انگلیسی خیلی بهتره یوتیوبری، ولی انگلیسیتون باید خوب فول باشه، خوب باشه، یعنی اینکه توپق نزنید، خیلی ویدیوتون باید خوب باشه که تو بین این همه آدمی که دارید میذارید ویدیوتون بیاد بالا نشون داده بشه. من فکر می‌کنم که کانال انگلیسی داشتن مخاطبین بیشتری خواهی داشت، اما رقابت توش سخته و باید زبان انگلیسی خیلی خوبی بلد باشی. این مزیتشه که شما میتونی پیشرفته زیاد بکنی، معایبش اینه که خیلی طول میکشه تا به اون پیشرفته برسی و رقیب های زیادی داره. این دوتا معایب بدون مزیت گفتم. یه مشکل دیگه داره، خیلی این رو نمیبینن، یوزرهایی که با زبان انگلیسی دنبالت میکنن، یعنی اگه شما یک کانال انگلیسی زبان داشته باشی خیلی لویال نیستن، خیلی وفادار به کانالت نیستن. یعنی شما میبینی کانالی هست اون بیرون که 500 هزار تا سابسکرایبر داره، ولی به اندازه مثلا یک کانال ایرانی که 60 هزار تا سابسکرایبر داره ویو نمیخوره. دلیلش اینه که ما مخاطبین فارسی زبان خیلی پتانسیل بالایی داریم، خیلی لویال تریم. حالا در مورد این که رفتارشون چیه من براتون یه ویدیو میسازم، اما من فکر میکنم که جفتش میتونه خوب باشه. اگه انگلیسی میخواید انجام بدید زبان خوب داشته باشید که بتونید رقابت کنید. تو فارسی زبون ها به نظر من شما اگه از هر چی بگید مخاطب تشنه یادگیریه. توسعه دهنده های خارج از ایران چطوری کار میکنه؟ حضوری فری یا فریلنسری؟ توسعه دهنده های خارج از ایران معمولا حضوری کار میکنن، ولی الان همه چی رفته به صورت ریموت، یعنی اگه شما حضوری هم بخواید کار بکنید که آفیس نمیرید، تو خونه اید. فریلنسری هم داریم، ولی به قول معروف فریلنسری ها میرن زیر مجموعه ایجنسی کار میکنن. اکثرا اینا فریلنسری کار نمیکنن و حضوری هستن. معنی حضوری منظوری که برای شرکت کار کنه دیگه، حضوری و غیر حضوری که منظور اگه هوم آفیسه، شما میتونی فریلنس باشی ولی تو محل شرکت باشی یا در خونه خود باشی، میتونی فول تایم برای شرکتی کار بکنی، فریلنس نباشی باز هم در شرکت باشی یا تو خونه خود کار کنی. فریلنسری به معنی بچه هوم آفیس بودن نیست، اینا با هم متفاوته و اکثر
برنامه‌نویسایی که الان توی آلمان هستن برای شرکت کار میکنن و فریلنس نیستن. بعضی از برنامه‌نویسا هم هستن که خودشون برای خودشون کامپانی میذارن، یه گیور بی ثبت میکنن و از اون طریق انجام میدن. اگر مدرک زبان انگلیسی داشته باشی میشه کارفرما پیدا کرد؟ اصلا به مدرک زبان انگلیسی شما توجه نمیکنید، کار باید بلد باشید. انگلیسی هم بعضی اعتقاد دارن که بتونید کامیونیکیشن بکنید، یعنی مثلا به مدرک شما نگاه نمیکنن. من مدرک زبان انگلیسی ندارم که، من دانشگاه انگلیسی رفتم، مدرک زبان انگلیسی ندارم، دارم صحبت میکنم. اون موقع شما کارفرما میاد 10 تا آدم استخدام میکنه که همشون هندی هم بلد نیستن صحبت بکنن، ولی کار بلدن، کار میکنه باش، مشکلی نداره. حتی زبان اصلا مهم نیست مدرکش. برای پیدا کردن کار برنامه‌نویسی کسی کاری نداره. شما مدرک B1 آلمانی داری، C1 آلمانی داری، IELTS 8 داری، 9 داری، همین که بتونی ارتباط برقرار کنی هم با همکارت، هم بتونی مسئله رو بفهمی، یک تسکی بهت دادن اونو بتونی انجام بدی، بتونی تو اینترویو خودتو ثابت بکنی، کافیه. در همین حد اوکی. در مورد استارتاپ ها در اروپا و میزان سهم بودن سهام شرکت، اینو میسپارم به سیاوش. من در این رابطه میتونم یه ویدیو در آینده بسازم، خیلی مفصله. من فکر میکنم که این سوال خیلی جای حرف داره، اما به صورت کلی بهتون میگم که شرکت ها این کارو خیلی انجام نمیدن، یعنی شرکت های خیلی معدود شرکت هایی هستن که این کار رو انجام میدن، یعنی به جای حقوق بیان به شما یه بخشی از حقوق رو سهام بدن، یا به جای حقوق کلا سهام بدن یا بخش از حقوق رو سهام بدن. اگر هم این کار رو میکنن به چند دلیل این کار رو میکنن. یکی این که وقتی یه برنامه‌نویس یه بخشی از شرکت رو به عنوان سهام میدن، اون برنامه‌نویس به اون شرکت لویالتر میشه، وفادارتر میشه و راحتی اون شرکت رو ول نمیکنه. این دلیل اولی که این کار انجام میدن. دلیل دوم این که وقتی سهام میدن به برنامه‌نویس به جای حقوق یا بخشی از حقوق، مالیات کمتری میدن بابت اون قضیه و این به نفع شرکت هست، هم به نفع برنامه‌نویس هست. و در نهایت برنامه‌نویس هم چون سهام گرفته، این سهام رو چون پول نقد نیست، چون کش نیست، چون تو حسابش نیست، نمیتونه سریع استفادهش کنه، سیوینگ میشه براش، یعنی برای برنامه‌نویس هم برد هست و این سیستم برد برده. اما همه شرکت ها این کار انجام نمیدن و شرکت های خیلی کمی هستن که از این طریق میان و حقوق کارمنداشون رو میدن. مرسی بچه که این ویدیو رو دیدید. ممنون میشم که به کانال پارس کلیک امیر عظیمی عزیز سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این سوال جواب، 32 تا سوال رو تو قسمت اول و دوم با هم دیگه جواب دادیم. سابسکرایب کنید به شبکه سیاوش قنبری. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سوال چیزی، جواب چیزی داشتید، اگر از این مجموعه خوشتون اومد میتونید توی کامنت، حالا تو این کانال یا کانال سیاوش، نظر بذارید که ما میتونیم سوالای زیادی رو مطرح بکنیم و بتونیم همچین ویدیوهایی بسازیم که برای شما مفید واقع شده باشه یا مفید واقع بشه، به خاطر اینکه بتونید با یه دید بازی اگه خواستید یه زمانی اینجا بیاید یا مهاجرت اقدامی بکنید یا کار پیدا بکنید یا هر چیزی، کمکی کرده باشیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همه تون رو دوست دارم. سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.